سلام برای عکس و اقتصادی هستم آقا براتون امروز قوی ترین آدم رو کره دنیا رو آورد آقا از اول بری ببخشید نه خیلی خوبه خوب همین خیلی خوبی برو برو نه همین عالیه الان من تصویرم نمیدونم دیگه برو دیگه اونجایی که شروع شد من مثل برنامه تلویزیون میام بالا برو نه یاری توی الان بغلی نشستی الان اینجا اینجا بریم برو برو من نمیدونم کدوم خب بیبی بای. من نمیدونم الان اصلا بعد چی بگم انقدر الان خندیدیم بعد فکر میکنم الان دق... دقیقه دق... دق... چند ویدیو من اصلا نمیدونم میفته عزیزم شما دقیقه نیست اینجاییم تو از زیاد نیست خوبه دیگه دادا 5 دقیقه خوبه دقیقه کنم ویدیو درست کنیم والا زنای ایرانی مثل شما فکر نمیکنن بفرمایید <تصفح> خب من زن نگرفتم دقیقا دلش همین بود آلا. یه ویدیو با سپه درست کردیم که زود میاد چیکار کنیم گفتم من نمیدونم هر وقت فهمیدم بهتون میگم بب ببین گفتی زن بعد گفتی ما زنای ایرانی نگرفتم من در ویدیو ازت دیدم با این دوستت که کار رپ و اینا میکنه آقای معروفی اینا به خانومش نگاه هیزی داری چه جوریه سوره من خیلی حشریم کنم من یکی دوستای صمیم بغاش میگم گفتش که, که اگه من خواهر داشتم هیچ وقت دوست نمیشدم قشنگ ما ما بهم گفتن ب... اومدیم که با هم کار بکنیم من گفتم چک میکنم ویدیو تو دیدم پستون اینا پوشیده بودی رفتی دیدم خیلی دیوس و حوالیه با چشات داشتی زنه رو میخوری تو برای این بفرمه چی ها خیلی بعد بعد اتفاقا دفعه بعدی نیا چون به من میگن خیلی حوالی ولی من شو ایجاد میکنم بعد توی شو هیچ موقع تو اونقدر واقعی نیستی خودت نیستی من تو رو میکنم گودم واقعی رو چه کسیشیه چون نیا که میدونم که واقعا حوالی بعد اتفاقی برای دیدم به گوش زن یارو آقا داشتی زن رپره رو اصلا خیلی آیکانتکت قوی داشتی بعد دیدم این دو طرف هستیم رو بگم حالا خاصی درار من کلا چیزی که هست من با خانوم و دوست دخترای دوستام کاملا حالا کیرت گنده است فقط کاریزمایی ببین من خودم فکر می کنم توضیح شخصا خب آخه توضیح میخواد آها. ولی دخترا میگن نیست من چون گنده هم. مثلا سایز پوللاری... دستام فکر میکنم نورماله پوللاری... نه ولی پولاری فکر میکنم پولا به خاطر همونه بهت میگن گنده است مثلا برای ما بود ما که نداریم هر چه داریم اینقدر اون قدم که نیست شما رو سانت آره من من پنج سال معروفم من خیلی چیز خیلی خوبه ولی, نه، ولی مثلا ببین هر روزی که با شدم جدی هر روز ویدیو نگاه میکنم بعد کسخولم که اصلا کلیک میکنم رندوملی اونی که نگاه کردم دوباره میاد بالا میگم کسه خارش دوباره ببینم آلا یعنی اشتران واقعا, اشتران واقعا ممنونم که من من اتفاقا حالا جدا از بحث این چیزا بهم گفتانم من کارات نگاه کردم من اصلا آدمایی که زهر میزنن زیاد خوشم نمیاد ولی یکم دیدم که یه حس خیلی خوبی میدی تجربه تو میگی و اینو شیر میکنی و مخاطبتو جذب میکنی یعنی اینو احساس کردم که آقا یه سری دقدقات و با بچه دوست دوستای دیاتم که کار میکنی دیدم آدمایی که اتفاقا یوتیوبر هم دیدم با حرف میزنن جالبه انگار که دقدقه داری انگار که دغدغه داری میخوای شعر بکنی و بقیه استفاده بکنن از نظر من خیلی جالبه و کاریزماش هم داری حالا من زن نیستم دارم بهت میگم ها ببین من کلا چیزی که دارم تو برنامه می‌گم، میگم آقا من دو تا اتفاق بیفته یه لبخند بزنه ویور یه بارم یه چیز هم یاد بگیره که تو زندگیش توی رابطهش توی کارش بتونه یه روز بهش کمک کنه همین من یعنی اگه یه آدم دو تا موضوع تو زندگی تو یه ویدیو من یاد بگیره من فکر می‌کنم اون ویدیوم ساکسس بوده بسیار این به قول معروف کانسپت یوتیوب منه درسته بعد چه جوریه رابطت با زنا چه جوریه حالا الان تو الان تو موجی من من بلد نیستم این کارا حالا ما چیکار کنیم ما تو, تو حشری هستی دوستان روجی حرف بزنیم تو با بقیه چیل کن شو ولی من, احساس... من مثلا روزی من الان ساعت چنده الان ساعت دوی بعد از ظهر من الان تا حالا سه بار جغ زدم چرا شنو نمیکنی همسرتون رو نه بود که بونم شما فرار کرده بود چرا امروز چرا؟ <تصفح> امروز یه <چرا؟ تصفح> جا بعد میرفت پیش آفیس یه نفر برای 8 ساعت صد... برای, برای 8 ساعت دمش حساب دل نمیکرد آه آره دیگه میگم بابا روسه آها پسیار دیگه خیلی خیلی روسا کلا ترکیه ای من چیزی که میدونم که خانم ها خیلی قبیه ببین به این جویت بگم امیدوارم پاشا و موموکو وقتی بزرگ میشه می اینو از میبینی ازتون معذرت میخوام ولی حقیقته ببین مثلا اولا که داستانه پریود مریود نداره که آقای دلمون درد میگیره حالم خوب نیست از این کسی اصلا نداره یعنی خانمتون پریود نمیشه؟ میشه ولی مثلا داستانی واسه من نداره آه من و اگه من نکشم پایین آها اوکی اگه من رو تاریخ روز فالو نکنم یا شورتو نکشم پایین ببینم نمیدونم طرف پریوده اوکی okay. بعد حالا خارج از این یه چیزی هست شبیه مارک تسلا میکنن تو فلان خانوما وقتی میده تو فلانشون دیگه پریود نمیشن بچه دارم نمیشن بعد پریودشونم کم میشه نه, نه باشه همین نه اتفاقا خیلی خوبه چون دیگه نباید قرص بخورن نباید نمیدونم کاندوم استفاده کنی نباید نمیدونم دیگه پریود خب کمتر میشید راحت تری خیلی نظر سکسی بیشتر با خودم هم, هم. با آدم خب حالا شده. از این داستان اصلا نداره این یک دو توی مثلا هفت سالی که ما با هم هستیم هر ساعتی هر موقعی که تو فکر بکنی من اگه اینو بلند کنم شون بلند دستم باشه ریسپانسش هست جون مثلا ببین ساعت 3 سو وانی خونه هفت باید بلند شه بره سر کار یه جا نشون بده خونه نشون بده بعد من ساعت چهار و نیم بیدارش میکنم اوکیه بعد هر چی من الان میخوام بخوری من الان میخوام بکنم من الان میخوام اینجوری بشه من الان میخوام تو رو فلان کنم هر چی بگی اوکی اینا این زرنگ هستن ن... تیب... نصف, نصف, کره زمین رو گرفتن اینا زرنگ هستن دیگه میدونن بعد چیکار بکنن حالا ما تو اینجا, نه اینجا آلیه. این عالیه بعد ببینم این واسه... سنتی که ندارن نه ببین مثلا یه داستانی که من همیشه برمیگردم به یارو میگم میگم ما ایرانیا تو فرهنگمون قراردادی و مودی زندگی میکنیم یعنی چی مثلا بچه های دهه شست ببین فلانی چقدر پسر گلیه آغاز دودول تلاه چرا؟ به خاطر اینکه یارو رو رفته یعنی خیلی موفقه از الان قرار مثل خر کار کنه زنه بخوره آغاست حالا الان مثلا اون موقع ما با بابا یه یادم نشسته بودم یه جای پیش دختر خالم واقعا دارم بهت میگم و. یه مجلسی بود نشسته یه دم جوری تخمه می و اینا ها کس میگفتم من واسه اید عید بود خیلی سال پیش جوون بودم می واسه دو بودن که من واسه عید بگیرم برم چون لقتون چی میگی تو از دختر خالم بعد مثال زد گفت فلانی هست ها. اسقر حاجی فلانی گفت خب خب ماشاءالله چقد مرده بعد اینجوری منم نگاه کردم من گفت چقد آقا یعنی یه جوری گفت ما کیر نداریم از درستم میگفت بله اونم والا چیزی نبود چیزی جشگیر نبود چرا آقا چون سربازیشو رفته حمالی میکنه خانومش میخواد این فرم آدما آقا به حساب میمانه دهقا میکنی ولی من فکر نمی کنم شما اینجوری باشی اونجا میگن پا به پا الان میگه خانوم 8 ساعت میره با دفتر حسابداری معلوم نیست چیکار میکنه خسته اینا برمیارده خونه میگه عزیزم یه دورم بهت میده قزان بهت میده چی دیگه میخواد اینجا اینجوری نیست زنهای فرنگ ما اینجوری نیستن حالا اونجا یه عوض شدن نه ببین همینه به خود الان یه خورده خانوم خود خورده لوس شدن و پر رو چرا؟ چون که بابا بزرگا خار مادر بزرگا رو گایده بوده اتفاقی میفته مادر بزرگا به بچه هاشون شروع کنه فقط که این مرد کسکشه مرد جاکشه خودتو جمع کن از اون برای میسی آدم که مثلا دفنتی مثل بابای تو نه آدم حسابی بودن نگاه کردن دیدن که مثلا یه نفر بابا میزنه کار خوبی نیست گفته آقا من بزرگشم هم نمیزنم بعد یه ها سوپر پاور شده که همه افتادن طرف دختر ها دختر از این دارن سو استفاده میکنن یعنی الان مثلا یه دختر یه زنگ بزنه پلیس بگه شوهرم منو میزنه خار شوهر رو میگان ولی برعکسش وجود نداره ببین نمیده. دقیقا نکته اشتره کرد خوب میدینده چی می ببین یه سری قراردادایی هم وجود داره اومدن گذاشتن که مثلا یه حالتی داره که جهان شمول من سوال دارم دختر 18 است مثلا تو ویدیوام که کار میکنم رضا فرشته کسکش بیناموس فلان چرا چرا این چرا اینا رو داریم چرا یارو زیر 18 ساله مثلا یارو 17 سال و 364 روزشه چون زیر 18 عدد 18 یعنی تو داری تجاوز به عنف میکنی تو داری تجاوز به سنف میکنی تو داری پا میذاری روی قوانین زندگی اولا که من چیز بگم یه چیزای با هم چیز بکنیم من میگم آقا زندگی ما روش اسم گذاشتیم از دریچه قلب و دهلیز بگیر کار، متد های حساب کردن و ریاضی و حسابان و غیره و هر چیزی تا شیمی و فلان و جدول مندلف اینا وجود خارجی که نداره که اوکی ما بودیم قراردادای با هم گذاشتیم بتونیم هم تعادل بکنیم اوکی حالا این که الان نگاه بکن یک جوری اومدن اینو چیز کردن که آقا مثلا به دختر حرف میزنی وای تو داری منو اینسالت میکنی تو داری فلانم میکنی میگی زنه مثلا با شوهرش تو خونه از بردر میگیرن بچه 18 ساله اینا یه قراردادایی که از نظر اون یک سری افراد طراحی کردن برای کنترل کردن تمام آدم ها طبق رسته که بهش میگن اخلاق و تمدن و نشستن نگاه میکنن که د... یه چیزی از تو ساختن که تو باید باش بدی من, من یه سوالی از شما پرسم با... با من راحت ر... آسی... من دوست دارم جلو بگوزی براست. با من راحت باشی دوست دارم با احساسی آلا آره کنم مشکل داری با گاز ماست کلا ولی دوست دارم خیلی راحت باشی ارزم به حضورت که مثلا شما فکر کن خانومت داری را میری توی خیاب اوکی خانوم شما یک اسکرت پوشیده پاهای کشیدهش معلومه و خیلی زیباست چرا من نباید کله خان... کل زن شما رو بگیرم ترتیب رو تو خیابون بدم اگر قرار نیست ببینم چرا دارم میبینم اگر دارم میبینم جذابه چرا نکنم چون زن توه چرا من باید عذاب بکشم پس چرا دارم میبینم حالا این قراردادی که من از سوال اینا برام میخوام با هم حرف بزنیم حالا این قراردادی که تو مال منو نکن من مال تو رو کنم این خارج از قرا... قرایز غریزه انسانیه آقا تمام آدمایی که میان مثلا به من فشون بقیه مسئله که بابه عمو فامیل ایدم که نزدیکه تا بچه میبینه قرون یار داره اورال میزنه با یارو واسه خب بگم همین الان دیروز یه ویدیو اومده بیرون با بابامه توی اون ویدیو به بابام میگم میگم یه که گفتم که بابا بهم به گفتی دارم کسخول میشم به بابام گفتم بودم که من نمیفهمم چرا یه نفر دیگه اگه زن منو بکنه من باید ناراحت شم خب یعنی همین که میزنی دیروز تو ویدیو اصلا گفتم یعنی همه بچگی به ما گفتن ما فکر کردیم باید اینجوری باشه ولی واقعا همونجوری که اگه من برم بیرون یه دختر خیلی کس ببینم دارم میخواد بکنمش شاید هم خانم من همین احساس به به پسر دیگه داشته نه شاید صد خانم من همین احساس به به پسر دیگه داره تو خیابون میبینه توی دم مکزیک میبینه من دوستش هم من انقدر قدرت مغزین بالا بود که میتونستم بگم که او میخوای بری با این آقا حال کنی برو عزیزم منم بغل استخدام حال میکنم اونم میاد دو ساعت میداد, میداد میومد خوشحال شب من پیشم میخوام مرسی که مثلا حال کنم من هم اون شب بکنم چون اونو کرده من هم هم بکنم دیگه الان دا حالا چی شد که توی رسیدی؟ محاده. چی شد که چی شد که از یه خانواده که 100 درصد می توش برهاد ما تو خانواده بحث ما ایرانی ها نیست تو دنیا همچین چیز نیست میگه این مال منه حالا ما اینجا حادتر هستیم به دلایلی، ولی تو دنیا کلا میگه اه... ای... 18 سال نباید چیز کنی فلان این نباید ها باید ها رو یک سری آدم تر رای کردن دیگه این اولا 18 که به نظر من اشتباهه باید باشه عدد نداره هیجده... آخه نه ببین ببین نه دختره میاد خدا وکیلیت بیام خدا وکیلیت بیام ببین همه چیز غریزه است رابطه انسان من بوده شاگرد داشتم این زمان که تدریس می‌کردم دختره بوده کم سنوس چی تدریس می‌کردی من این زمان موسیقی تدریس می‌کردم بعد منو انداختم بیرون ببین دختره بعد این کلاس با اینکه نشاط داشته باشه چیز میدونستم تو ببین تو دو... مرد که حول میشه مردی میزنه بالا خوشش میاد جنس میخواد عرق میکنه صدا رو نمیشنوه محیط کمتر میشه براش نبزش توی کیرش صدای نبز خواهش اصلا همه چیز میده تو خودش دقیقا میکنی درست. کیرش داره سیخ میشه کیرو رو بخواب چیکا چیکارش کنی میده. زن میزنه تو چشش میزنه تو نگاهش میزنه تو لحنش دقیقا میکنی عین دهنش آب میفته مرد اینجوری نیست دهنش آب میفته دقیقا میکنی این مرد میده حالا به خاطر چیز کالچری و فرنگی چیزی که من دیدم من دیدم اینو دختره میگه دوست داره من دختری که داشت من برای تستا دختری که داشت تعریف میکرد فلانی اومده توی فلانجا به من پیشنهاد داده من گفتم مردی که مزاحم فلانه بیسار من همون دختر دستم رو کردم تو کسش تو تو شلوارش این کار واقعا میاد و لز و... گفت مرسی دوستم داشت تا این مدت فکر کنم حامیش پدرش میکرد. چرا غریزی میخواست وقتی میخوای میخوای سن نیست الان میگن دختر ماشاءالله با هورمون سینه داره زودتر از همه زن شده رسته کن. طرف وقتی میخواد میتونه شما میتونی از بیرون روش اسم بز این اسمایی که میذارن در قالب من قبول ندارم نه اخلاق رو نه قانون رو یه رو قبول دارم ولی اینو قبول دارم که از من نبر که من از تو نبرم منو نکش که تو رو نکشم اینو قبول دارم خب چه اینجوری میتونیم با هم ترید بکنیم با هم زندگی کنیم ولی اینکه نه نباید به فلان چیز اینو بگی نه ب... نه کی گفته اینو یه آدمی گفته دیگه اوکی کریئتور جهان هستی که نگفته که خب نه به حال یک تمدن انسانی گفت تفکر انسانی ام. پشتشه دقا میکنی ام. چیزی نمیده آره کسی هم باش یک کشور 19 یک کشور 18 یک کشور 16 ولی کشور همه جا هست ولی همه جا هست آره دقا میکنی از نظر من نظر من که نه این انسانی نیست انسان, انسان خوشی که میتونه تصمیم بگیره ولی بذاری اینو بهت بگم مشکلی که تو کار تو هست در واقع تو داری یه خورده به نظر من یه لبری صحبت میکنی که شاید 95 تا 99 درصد آدم های دنیا نمیتونن بفهمن یعنی وقتی من میگم مثلا چرا نمیاد مثلا من نمیتونم لذت ببرم از اینکه یکی زن من ترتیبشو میده مردم فکر میکنن که یا من یاد دارم به خاطر این که مثلا کوسچر بگم مردم نگاه کنن این حرفو میزنم یا مثلا یه آدم بی غیرت بی هیچ وقت فکر که من واقعا دارم این سوال از مغزم میپرسم خب تو هم دارید یه لبری حرف که من میفهمم ولی چون داری توی دنیایی که 99% احمق زندگی میکنی مجبوری با قانون احمقا بری جلو نه احمق اگه میخوای تو, تو سوسایتی احمقا باشی من میگم اینا احمق نیستم من یه نظر دیگه دارم من میگم بده بگو. یوتیوب یکی از اون احمقا و یوتیوب اگه یه دفعه آره تو آره. این کوچرا رو میگی میندازه تو بیرون حالا اینکه چیز... دیگه ده... نمیذاره این که اصلا س... به اسم تو کم باشه ا... این که اصلا یه چیز دیگه است این یه الگوریتم بیزینسیه خب من در مورد ارتباط سینه به سینه و محیط اجتماعی زندگی دارم صحبت می‌کنم اگه به من بود به نظر من سکس سن نداره هر روزی از که از این... دختره اوکی بود پسر اوکی بود بعد انجام بشه سوال قرم قر... قرم خودت خانومت برم عزیزم من دارم اینو بهت میگم میگم که ما کلا تو قرار دادیم چرا از یه چیز هارشی رو کردم تو برسم به این همینو میخوام بیارم برات توی پزشکی یه من یک زمانی یک سری تحقیقات خیلی همینجوری واسه خودم دل خودم روی اووردوز کردن آدمو و مشکلات قلبیشون تو اون لحظه چجوری سنکوب میکنن میمیرن داشتم واسه خودم انجام دادم اوکی از غذا با یه اکیپی بعد من خودم یک سری کاره کرده بودم یه سری چیزا دست آمده بود و اینو الان میخوام با مغایرتشو بهت نشون بدم با چیزی که علم پزشکی می حرفم ریشش میخواد برسه به آقای هنکاک که در مورد ما و تمدن چه حرفی زده خیلی جالبه یعنی از یه چیزی که خودم تجربه کردم تو زندگی میخوام برسیم به او وقتی که اصولا یک فردی داره اووردوز میکنه روی یک دراگی چیزی اولین چیزی که براش به مشکل ایجاد میشه اکسیژن خونشه دیگه که این باعث آریتمی گیجی افتادن روی زمین نفسش بالا نیمدن و سنکوب سکته مغزی به خاطر سن اکسیژن یا هر چیز خون دیگه اصولا دارم یه خیلی کلی عمومی میگم قرار نیست ما وارد مبحث یا نارسایی هر چیز نارسایی در اون لحظه به این نارسایی میرسه من این متوجه شدم که قلب یک پمپ که به عنوان یک عنصر المنت ریتمیک بعد در نظرش گرفت اگر ریتمشو نگر داره پس یعنی داره درست کار میکنه اگر شما ریتم داره قلبت یعنی آ... پس اکچوری آریتمی نداری پس آریتمی قلبت سالمه پس یک سری از علمان های نارسایی رو دوستی که اونجا بود دیدم رسید به مرحله اووردوز خب اصولا تو این لحظه پزشک میگه این باید دورش خلوت بکنید این بعد استراحت بکنه اوکی؟ چیز بخوابه فلان آزاد باشه اکسیژن برسه باعث مرگه این کار باعث مرگه من میتونم اینو به هر پزش... پزشکای عزیز که نگاه میکنید این باعث مرگه طرفه نسبت به چیزی که من دارم میگم و شما رد میکنید نیازی من پزشکی بدونم برای اینکه رد بکنم وقتی که شما تو این حالت تست کنین هر کسی که بالا بود هر کسی که دیدی حالش بده خب براش موسیقی بذار که ریتم داره و مجبورش کن پای بکوبه این این حرکت که انجام میده این انرژی به خاطر گرانش زمین ایجاد پامپینگ توی اون قلب میکنه و اون ماهیچیه که تضعیف شده یا منقبض شده نمیخواد تکون بخوره وا میکنه و طرف خونرسانیش دوباره برمیگرده و اون طرف و اگر بشونی زمین بهش دست نزنی این نارسایی به جای که تحریک قلب به جای که راحت کار بکنه بعدتر طرف به وایت نوز میرسه میمیره در صورت که این خلاف چیزی که پزشکی میگه اوکی نتیجه حرف چیه من میگم با سری قرارداد داریم زندگی میکنیم نتیجه حرف اینه از نظر من که سوئل ما همه فکر میکردیم که تای مدتی که ما یک تمد... یک ریشه ای داریم که یا برمیگرده به درخت آدم و هوا یا برمیگرده به میمون یا برمیگرده به چیز هممون در تمامی مواردی که تا الان من دیدم حتی روشن فکرا دانشمندا اندیشمندان وقتی یک چیزی قانشون میکنه دیگه بسنده میکنه آره این درسته یعنی دیگه نمیگه آقا راه حل دیگری هم دار میتواند نه چون علم اینو میگه پس همینه خود علم مگر ساختار ساختاری بوده که توی جهان ما دیدیم ما اینو پیدا کردیم ما ترکیب کردیم ما حتی به وجود نیوردیم ما ترکیب کننده هستیم ما هر چیزی که بوده آهن توی بدن تو هست تو بدن من هست توی زمین هست توی فضا هست اوکی طلا هست همه ما ترکیب کنیم کمباینرای خیلی خوبی بودیم ما چیزی از خودمون اینونت نکردیم تا به حال که اینقدر قره شدن چه بخش سنتی چه بخش پیشرفته که میگن آقا چون پزشکی میگه قلب اینه اون آدم و اون آدم میمیره چرا این حرفه من این اداره دارم میکنم دوستان هیچی هم سواد ندارم میتونی بیا ثابت کن خلافشو آیا تئوری من کار نمیکنه بیاری چند نفر که دارن اوور میزنن از حتی دیدی تو مهمونی ها خیلی عادی خودمون میفهمیم سنتی طرف مسته میگی نشین پاشو دیدی ببین میگی نشین پاشو چون وقتی میشینی تو در حالت بده چرا قلبت مورد داره الکل تو خونته اکسیژن داره میاد پایین حالت بده و اولین واکنش بدنه که آقا این سمو بالا بیار داره دفاعی عمل میکنه تو دوزهای دراگای سنگین چیزی نیستش که بالا بیاری چون تو خوردی پر از اون اونو آری میکنی و ولی بعد اوتای کسی که روی آیواسکا روی الیسیم خود چیکارش بکنی یارو دوز بالا مواد ده. چی رو بالا بیاره اوکی تو باید به اون آدمی که آریتمی و استراب و استرس گرفته پیش ریتم بدی پس به جون که اون آروم می‌کنی بعد دو به وجد و عرق کردن حتا بیاری ولی کنترل شده نه اینکه دیگه حتا بگذره یک چارچوبی داره پس من میگم که قرارداد چیزیه که چشه اون دانشمند و اون پزشک کور کرده و اون میگه تپ سنتی نیست فلان نیست را مثلا اینا دیوونن اینا میشنن چیزه مثلا مرتضا فلان نه اون مرتضا به این میگه اون میگه نه تو کسخلی همه چی هست همه چی هست وقتی ما نمیدونیم کی هستیم چی هستیم از کجاییم به کجا قرار بریم همه چی هست وقتی قانون میذاری من همیشه خندم میگیره دیدی من واقعا چقدر سوره عبد تو خفه کسکش بهم بگو من خفه میشم نه بگو بگو منم دارم اش ببین مثلا دیدی تو خانواده مخصوصا نه حالا همه جا نه من نمیخوام بیام ایران مثلا به بچه مرد شو مثال دختر خالمو زدم مرد اونه سربازی کار پول بازی نکن چی نشستی بازی میکنی ما میخوام بیام از کسکش مگه زندگی بازی نیست مثلا شاید بازی باشه اصلا ما توی یک چیز بسیار پیچیده و هیجان انگیزی هستیم که نمیدونیم چیه نمیدونیم تا کجاست ما همین ماده تاریک بیخ گوشمونه حدس میزنیمش تفاوت علم با سنت دین اینه که جفتش توش متاسفانه داره سنت و دین در مورد یک اتاقی که تاریک توش نور نیست بهت میگه چیه توش در اتاق میمندم یا اینه نمیخواد دقت بکنی در چیه علم میگه نمیدونم رد میشه میره جلو هر چیزی پیدا کرد نسبت به اون اونو حدس میزنه در صورت که آقای انگاک اومد گفتش که آقا توی روسیه یک دست پیدا شد فسیل ما این فسیل رو بررسی کردیم علاوه ژنوم ژنتیکش این اصلا رو گونه دیگری از موجوداته که یک جن... نه که انسان مثل ما بودن رگوریشه ما نبودن کنار ما بودن و چندین و چند گونه دیگر ممکنه باشه وقتی این هست ما سوروایو کردیم نه اینکه ما خیلی مثلا خاصیم حالا چه از میمونیم چه از آسمون اومدیم فقط ما نیستیم یا مثلا توی یک سوفالیه پیدا کرده بودن که این سوفال من نیامی کردم یک کوزه ای بود تراش خورده بود این تراش نیاز به سرعت خیلی بالا داره و نیرویی که گریز از مرکز نداشته باشه اوکی با... یا ده دستگاه اینو باید این کار کرده باشه محال ممکنه به چی میرسیم به قسمتی از 5000 سال ت... تمدن و تاریخ میرسیم که نمیدونیم چی ولش کرد ولش کردیم ما توی همین بالاتر شما منطقه یخزده ای رو 500 ساله کشف شده یک قسمتیش دقیق میکنی هزار و سال 1500 و میلادی پیدا کردن جایدن نقشه ای که در مورد تمام راه با اسکیل کاملا ریل در اون جا پیدا شده یعنی اصلا مال قبل از اینکه که کشف بکنیم ما یه چیزی رو میدونیم قرار دادیم میگیم اینه پس اینه اگر من پنیسیلین میزنم اوکی هم. اگر من اینم میگیره این کار جواب میده پس اینه نه ای این هم هست نه اینکه این اوکی اینه که ما با هم فاصله داریم یعنی هم یه موقع اونی که دانشمنده همونقدر کاراش عجیب غریبه که همون آدمی که بی سواده در مورد قول و جن صحبت میکنه توی روستا فرق نمیکنه وقتی یه قرار دادی داری دیگه داری بفرما ببین نیل گراس تایسون رو میشناسی؟ نه. این آدمی خ... مثلا خیلی آدم باهوشه، چند تا دکترا داره و خیلی آدم خفنیه. کسی که پلوتو رو که فکر میکردن یه دونه سیاره است، گفت سیاره آره دیگه، ولی میدونی که برگشت دیگه. برگشت این قضیه دوباره سیاره. نه بابا واقعا می؟ <تصفح> اومدن گفت آره، اومدن گفتن آره. گفت آره. سیاره نیست. و گفتن محورش هم, هم فرق میکنه یه جاهایی ما تو گفتش که چون میدونی که همه چیز تو فضا دور یک محور داره میچرخه دقیق میکنی مم. هر چیزی داره از یک گرانش تبعیت میکنه گرانش سنگین جاذبه سنگین تر میتونه محور جدیدی واسه یک جرم باشه واسه همینه که ما همیشه نمیتونیم تخمین بزنیم که یه دونه کامت یه دونه دنباله یه دونه شوابسنگ به ما قرار نخوره ممکنه نیروی گرانشی یک محور دیگه اونو تحریک بکنه جهت اونو کامل عوض بکنه سر همین که میگن محافظ ما مادر ما سیاره مشتریه ولی این چیزی که شما میگی برگشت دوباره من جایدم خب حالا اون کسی که به خاطرش این موضوع رو برگردونده بودن اون میگه من هر شب که دارم میخوابم تمام فکرم اینه که چیه که من نمیدونم که اصلا نمیدونم اونو مثلا چه چیز هست که من نمیدونم برای این هیستوری که ما که میگی من یه چیز خیلی تو مغز خودم دارم برای خودم میگم که مثلا نگاه کن تمام این کسوشیرا که داری میبینی مثلا آدمی که تو قار بوده همه اینا تو پنجاه هزار سال سر هزار سال اتفاق افتاده تمام این تمدن تمام این اینا یعنی زمین که الان چهار میلیارد عمر داره تو بگو سه میلیاردش اصلا تخفیف داغ بوده یه میلیارد چندین بار میتونسته که این اتفاق بیفته که 50 سال همه چی خوب پیش بره شانسی یه کالچر به وجود بیاد مثلا اصلا قورباغه ها عاقل شن بعد یه شهاب سنگ بخوره همه چی رو پاک کنه دوباره یکی دیگه بیاد یکی دیگه بیاد یکی دیگه بیاد یکی دیگه بیاد یعنی ما میتونیم مثلا کالچر هفتم باشیم ما میتونیم از مریخ اومده باشیم ببین دقیقا یه چیزی که بهت بگم یک برهه توی زندگی یه اتفاق خیلی عجیبی واسه آدم ها. میفته آدمایی که اصولا تنها و درگیره فکری و نقادانه دار از نظر درگیر فکری تخصص نیست یعنی کسی که اصولا قرار همه چیزو بسنج و مدیریت کنه متخصص امر واحدی نیست یک روزنامه خونه خیلی خوبیه سعی میکنه زندگی رو مثل زنجیره ببینه که باید از هر بخش یکم اطلاعات داشته باشه آدمایی که درگیر یک تخصص خاصی هستن باز قرار دادی تر و بسته تر. یعنی من اگه با یک جوره یک فیلسوفی که داره پیپ میکشه توی شانزلیزه نشسته برم بگوزم بچوسم برینم به این بر میخوره دقیق میکنی؟ اینو ناراحت ممکنه بکنی چیز داری این کار میکنی. میکنی؟ هر مثالی زدم نکته که وجود داره رو حرفی که زدی یک جای من توی زندگی دین و رد کردم یک جای من توی زندگی برگشتم به دین و دوباره رد کردم و شک کردم ببین چه مرحله شد قضیه مثل چی میمونه تو نسل ما و نسل خودت هم اگه بدونیم اصولا آدم خفنه اون بود که مثلا من پینک فلوید گوش میدم من برنارد و برتولوچی من نمد ایرم من اینجوری هم خیلی خفنم ولی اینا شو بود اینو من کی فهمیدم زمانی که یه کنسرتی نگاه میکردم اپرا بود تمام ردیف اولیا فقط واسه اینکه بگم ما خفنی ماده بود خواب بود نمیفهمید داره چی میگه معلومه نمیفهمه بعد یه موقع این موقع اصلا نمیفهمی نمیفهمی اوضاع خیلی خرابه یعنی آدم اگه برسه مرحله که بدونم نمیفهمم خیلی طرف زندگیش هندل داره یه موقع تو فکر میکنی میفهمی اوضاع خیلی دیگه موقع خراب یعنی یک بخشی بود که ما زمان فکر میکردیم و ما موزیک میدونیم من و من قشنگ اینو درک میکنم این چیه دین چی اون چیه اینا چیه اینا چیه, اینا چیه؟ بعد یه مدت که نه همینجوری سرسری نمیشه از همه چی گذشت چی داره میگه دقیقاً چیه که بعد میبینی که اوه اینی که من مثلا این موسیقی که این همه سال گوش میکردم بعد ده سال داره یه چیز جدید توش میشتم این فیلم این حرف این آدم داره که بعد ده سال داره یه چیز جدیدی به نشون میده آیا اون اثر پیشرفت کرده یا من کسخل بودم تا دارم میفهمم این همون قضیه است که میگم منم بودم که کم بودم من اندازه ظرف به خودم برداشت کردم از این قضیه مثل ارتباط با یک زن میمونه اوکی تو یک زن ثابت و بذار وقتی که 18 سالته اصولا دوست نداری عشق بازی کنی دوست داری بکنی تو ببینی چیه میگن بره تو بیاد ببینیم چی اصل کار میگن چیه درگیر کیروکوسی دوام کنی؟ درگیر این جور چیزایی عاشق میش تبعون میزنی متوهمی دیلوژنال زندگی داری میکنی ولی تا این مرور تو میبینی که یه کسی عاشقش ولی اصلاًش پیام نمیدی مفهوم این دوست داشتن برای تو فرق میکنه طرف رو انقدر دوست داری که نمیتونی حتی مقایسه کنی به ولی بشه پیام نمیدی مفهوم و برداشت تو فرق کرد مثلا توی بقره توی قرآن چیزی جالبی که هست من دیدم من برداشت خودم دارم دقا میکنی این برداشت شخصی خیلی خیلی جالبه گفتی که در زمین بگرد بگردی من برای مهم نیست این کتاب کجا آمده حرفه خیلی جالب اوکی من این چیزی خوندم خیلی جالبه میگه در زمین بگردید و نشانه های قومه هایی که چه بسا چه تمدن هایی تر از شما بودند رو ببینید که چطور نابود شدن که خواست ما بود و به این به این هم بیاند میشید حرفی داره خب وقتی که ما در مورد این سفال وقتی که ما در مورد مصر صحبت میکنیم آدمی که میگم میخواد ایسی دو ماسمالی کنه سریع برمیگردیم که حتما چیزی از آسمان آمده این کارو کرده چرا؟ چرا, چرا؟ چون که اون موقع مثلا جرسقی نبوده که اینو راحت, راحت آفرین دیگه. خب برای مغز ساده راحت میگه میگه راحت اون موقع جرسقی نبوده اینو بلند بکنه دیگه خب پس یعنی دست یک الین یعنی یک یو در کاره برای اون نمیتونه اینو بفهمه که لزوما برای مثلا ملت کردن آیرون لزوما برای اینکه من بخوام یک چیزی رو اختراع بکنم یا به الان میده توزه خیلی خفن تر من نیازی راه تو رو برم <applause> در چون ما با این علم به این ابزار این تکنولوژی رسیدیم پس درین فقط همینه این بازی قرار داده من با این مشکل دارم یعنی اگر ایلا اگر ایلا ماسک بیاد بگه که ما صدر جدول ایستادیم و هر چیزی که هست همینه اینه این فقط مسویس با ام سی دو اینه این یک یک جمع یک اسپکت یک پی یک ویندوی از هزاران میلیون ویندوی که میتونه باشد و میتونه نباشه. تو کی هستی من کی هستم که بگیم پس آدمی که میگه ختم جلسه کسخل ننه هست ما برداشتمون اینه چون دقیقا تو 1980 تو نوادا آقای داش صحبت میکرد یک دانشمندی میگفتش که تو دقیقه 80 ما رو بردم تو نوادا جایی که اون موقع بوه بوه آزمایش های هسته ای آمریکا بود تو نوادا میگفت ما رفتیم توی یک آزمایشگاه یک گویی گذاشته بودن اونجا میگفتن ببینین چیه گفتش که یک قسمتی راه که باز شد مروری که من ازش میکردم انواع اقسام این شیپ ها سرش گوی نبوده یه سرش فرق میکرده وجود داشت اونجا گذاشته بودن و ما روینا بررسی میکردیم حق داشتیم نزدیک بشیم فقط به گوی خودمون و راجب اون چیزی که داریم کار بکنیم خلاصه بد بگم وقتی که این گوی به یک ستونی که زیرش بود وصل میشد بدون اینکه وایرد باشه بدون هیچ گونه تکنولوژی و کاپکشی هیچ چیزی که ن... نیروی ضد گرانش تولید میکرده توی کره زمین با اتصال یک ستون به یک گوی این چیه این حق... این ببین این واقعیت و حقیقت با هم و هم واقع شده هم حقیقت داره که المنت 115 که یک نوکلیر وپن هستش رو اینجا کش میکنن که این توش هست و از نیروی ضد گرانش رو داخل کره زمین وجود میاره جسمی که نمیدونستن مال کیه یا به این دانشمن نمیگفتن چیزی که میگفتن میگفتن از جای دیگه اومده کهکشان که دیگه چه کوسوشر باشه چه نباشه این اتفاق افتاده بدون اینکه من سیم به بش... از الکتر... از از الکتریسیته استفاده بکنم بتونم به شما برق بدم یعنی من... یعنی اینکه راههای رسیدن به خدا به تعداد آدم های روی زمینه. هر کسی از هر جنبه میتونه به یه چیزی برسه هدف اه... مشخصه قرار نیست چون تو این کارو میکنی من این کارو بکنم من نمیتونم بیام به پز الان اگر قدیم بود میگفتم که مردم کسخلن نمیرن دکتر مردم احمقن نمیرن دکتر ولی الان که به هم بگی میگم دکترها و علم پزشکی یک راهی رو برای درمان کردن به یک نحوی با یک سری حالاتی که چه قبلش میذاره چه پست برای برای مشکل تو این تنها راه نیست ما باید به این قضیه برسیم و نمیرسیم بذار من یه چیزی بهت بگم راجع به همین دکتری که گفتی من خیلی دوست اینو مردم بشنونن ببین من 20 مثلا یه سالم و دو سالم بود یه جای تخمی کار میکردم توی مغازه بعد این مغازه به ما بیمه دندون میداد من گفتم خب ما که بیمه دندون داری. من تو 20 سالی دندون نرفته بودم رفتم دکتر گفتم که کی دندون رو چک کنم و دکتر گذاشت گفت آقا چهار تا تو چیز داری کفیتی داری و من باید اینا رو چیز کنم پر کنم فقط ولی چون که خیلی کوچک و سطحیه من باید دریل کنم تو دندون تو بعد پرش کنم گفتم اوکی دیگه تو دکتری دیگه هرچی شما میگی اومدم خونه و وقت گرفتم مثلا گفت در روز دیگه بیا گفتم خیلی خوب بعد یه دوست دختر داشتم که خدا یکی خیلی آدم تخمی بود ولی این یکی از بزرگترین لطفایی که از به من کرد واقعا ازت ممنونم بعد اومد گفتش که ببین سو این دکتره یه خورده کسکشنا این دکتر فکر پولشه این نمیاد مثلا کر کنه که تو خوب میشی تو خوب نمیشی و از این حرفا دندون تو خیلی خوشگله و همه مثلا من میبینم مثلا همیشه آرزومو دندون تو داشتم و فلان و بسا بعد سر حرف این من سرد شدم نرفتم گفتم یارو گفتش که هنوز نیومده بیرون ما باید جلوگیری کنیم که بعدا به من مثلا میگم نرفتم گفتم هر وقت خودش در گرفت میام حالا شاید یه سال به من وقت بده این دارفا. آقا گذشت ما 8 سال گذشت 9 سال گذشت من شد سی سالم گفتم آقا ما سی سال اون شده چهار تا گفت سوراخ داره دهنه من دی... یه سال دو سال وایسادی نگاه رفتم یه دکتر دیگه کاملا دکتر دیگه بعد دکتری که میری ازت میپرسن که دکتر قبلیت کی بوده که اگه بگی اطلاعات رو بگیرن که همون کوسیرا رو تعویضت بدن من گفتم من دفعه اولمه دارم میام دکتر تو دون توی کانادا من هیچ نیومده بودم دکتر دنتون پزشکی گفتش که اوکی پس ما باید همه کار بکنیم ایکس کنیم بعد فایل درست کنیم از این حرفا گفتم اوکی بکن همه کارا رو کرد و اومد گفت آقا آره شما سه تا دندونات کویتی داری ما باید اینا رو درل کنیم پر کنیم فلان بسا کلا خاک کس چهار تا بود که چجوری سه تا الان دوباره اومدم به خاطر همین که اون گفته بود چهار تا گفت سه تا نرفتم دکتر آقا گذشت دوباره 7 8 ماه شد 37 سالمون گفتم خاطرت من دیگه 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 سنی هم که دندونه باید بگا بره الان رفتم دکتر یه دونه دکتر دوباره همون داستان شهرم مثلا جدید بعد دکتر خیلی خوب و آفیس خفن بغل آب ویو اوشن یعنی دیگه کسه خاره دکتر اونم اومد و اکس کرد و دوباره همه کارا رو کرد و ما چهار تا دهن و اینتریو بعد گفتش که آقا شما دو تا دندونات کویتی داریم ما باید دریل کنیم سوراخ کنیم به توش کدام کار کوسه چرا هفته یکیش داره کم میشه و همونجا دیگه چون دفعه سوم بود پررو شدم به دکتر گفتم که نمیخوام نمیام پر کنم نخوام پر کنم باید چیکار کنم گفت اگه مسواک بزنی یا دهن نگهداری کنی میتونی بری حالا حالا باهاش نه خب من اینش یادم تا هم جواب بدم ولی این اتفاق افتاد دیگه یه آدم هم هستم کشور کانادا جهان اول دیگه اگه اینجا این کسکش این تو اتفاق داره میفته حرفی که تو داری میزنی درسته ولی از اون ور تنها کسایی که دارن سعی میکنن انسانها رو خوب کنن همین هاست واسه همین یه آپشن داری دو, تا قش هستن که واقعا محترم تر از هر انسان دیگری تو هر کریر دیگری هست کسانی که دارن به سلامت ما و وجود ما حالا این فیزیکیه این هر, کسی هر چی دوست داره اسم جایدن هر کسی میدوه یه گوشه دین درست میکنه ثبت اولا میره میگه آقا شما فلان این هم فلان اینم ثبت پرمیشون بفرمایید پزشک کسی که داره در زمینه پزشکی در مورد درون انسان داره فعالیت میکنه و کسی که داره در مورد فیزیک فیزیک کوانتوم و در که ما کجا هستیم و بتونه تغییری توی جایی که هستیم ایجاد بکنه اینا خب مهمترین آدمان من زمان فکر میکردم چون موسیقی دوست دارم موسیقیدانا خیلی خفرن موسیقیدانا خدان موسیقیدانا رهبران باشورترین آدمان بهتر از این نمیشه وای وای باخ از همه بهتره باخ یه جو شد پراف... ایجاد کرده بود دقیقا میکنی که خیلی دارن الان نه خیلی دارن تو اصلا یه کنه میخوام تو اینم باشه دمه عید مثلا خواننده مثل اندی داره یعنی آدمی داره که مثلا رگ براش میذارن تمام میکنی دوز داره دیگه من اونو میدیدم این اونو داره میبینه ولی همش یه قرارداد ثابت همش یه خریت ثابت هیچ تفاوت دوزاش فرق میکنه و چیزش همونه میکنی ولی این دو تا قش مهمترین قش یعنی مهمتر از همه ما اگر من اگه تو یک بیزنسمن تو یوتیوبر اگه تو اکتوری واقعا بردی کوپر مهمتره یا کسی که واکسن کرونا رو درست کرد باخ مهمتره یا کسی که واکسن کرونا رو درست کرد چون اگر اون آدم نبود ما این قرار نبود باشیم که اینا رو استفاده بکنیم پس بودن شرطه بودن شرطه پس و سر همین بودنه که من خودم چند میلیون وا... مردن قبل از همین واکسن خیلی ف... خیلی فجر. این فقط این نیستش دیگه این فقط این گذشته م... بعد اینجا بس... هر آدمی نتونست بفهمه که احمقیت چه جوری تو دنیا وجود داره, بله داره خودش جزی از احمقاست و حرفی بله. که الان فرشته خانم زد بهش فرشته فکر کنید گفت اگه بفهمی احمقی آلری یه لول میری بالا ببین چیه بدی میری نیست؟ بالا خیلی میری بالا مثل که بفهمی زشتی بفهمی به درد نمیخوری بفهمیم مثلا احمق به آقا دیدی یه سری آدمو میون توی جمع میشنن فکر کنم خیلی فانی چندش بازی در میارن مثلا این یه سری زنا رو میبینی فکر میکنن خیلی خوشگلن یه کاری میکنن قباحت انسانی به دست میده نمیفهمه خره نمیفهمه دارن مسخرهش میکنن تو بفهمی اول نکته اینه که مثلا من موسیقی رو گذاشتم کنار سال هاست چرا من گیتاریست بدی نبودم ولی وقتی نیاکتم دیدم که آقا کسی تو دنیا هست فرانسیسکو سانچز گومز معروف به پاکو دلوسیا از پس اون افرادی مثل حالا تو رشته من خرد از چرا من باید بزنم اگر من دوست دارم یه بحث اوکیه شما آقا دوست داری تو خونه هر گوهی میخوای بکن اوکی ولی به عنوان که بیام بگم اهالی دنیا از این بعد گیتاری ستون منم سطح گیتار یعنی من استاد یعنی من من دارم میرینم تو سکسوکار من دارم میرینم تو تمدن به خاطر یک خودکامگی که مینیمالیسم باعث و بانی شدن تمام ماست هر ننه قمری خاننده خواننده است آهنگساز اه فیلم درست میکنه مثلا ماندانا فلانکی از سوها از از سوها قلم رو کرده تو کسش رنگ و پاشیده رو بوم چیه اکسپرسیونیست به کس ننه من همیشه اینجوری وای میسیم کس ننه خیلی راحت قضیه نه آقای داوینچی هم کس نه نه ببین حرف بزنی کس مادر تو گایدم دیگه نمیذارم حرف بزنی اینجوری با اینو ما چیز کنی مقابل مس بکنی اینی که میگی همه چیز برای همه این غلطه الان تعریفی به عنوان سوپر استار مرده تعریف به عنوان استار سینما مرده الان هر کدوم از ما شدیم یک مدیا شاید بعد منو میباستن به گاری در صورت دنیای عالیه بدن خود تو که دپی تو باید مثلا در دیز دل دیزنی اونم باید با بایدن شاید بایدن بگاری. در دنیای عالیه خب در دنیای عالیه ببین تو وقتی نگاه میکنی <تصفح> مثلا زن تو هم کنم ملکه بعد پابوسی حالا ساله <تصفح> دارم <تصفح> ببین ما در یک دنیای عالی کارامن یه دقیقه یه یه داشتم گفتش که من تو زندگی قبلی گفت من احساس میکنم تو زندگی قبلی من پرنسس بودم گفتم خوب شد یه گوی قبلا بودی چون این که هیچ اینه ببین ببین قضیه اینه چی سر کلافه داشت در, در داشت در, در میمد چی رو میگفتم آه, اه. داشت میگفتی دنیا عالی تو یک دنیای عالی و کارآمد اصولا مثلا میگن نه من نمیتونم بخورم نمیتونم بخوابم مشکل سک شناسامه داره یعنی چی؟ منظور چیه؟ بعد انسان حیوانی که تو سایز خودشه رو مهمی میگه این اوجب واجبا این حیوان پشه حیوان نیم کسکشه مادر جنده است پشه یعنی کس ولی سگ سر... مرد که بین چرا؟ چون بزرگتره باش چون ارتباط میگیری این هم من... بر... یه بر... قرار داده ببین این قرار داده تو... هم... هم... که بودی اینو نشون ندادن توی یکی از اپیزود یعنی یکی بچه ها پرسید که اگه لاتاری بمری چیکار میکنی مثلا 5 میلیون دلار بعد هر سه نفرشون گفتن که ما یه مقداری از این پول رو ایران برای حمایت گربه ها و سگ ها بعد به من که رسید گفتم آقا هر سه تاتون کوشر دارین میگین بعد یه خورده چیز شدن گفتم هر سه تاتون دارین مزخرف میگین بعد یه خورده چیز شدن خوشون گرفتن که این چی و اینا آره گفتم که نشستیم سر میز داریم گاو و مرغ و میخوریم بعد داریم میگیم میخواین پروتکت کنین گربه و گا... سگ و شما اگه پروتکشن اینا بودین همه حیونا رو پروتکت میکنی وقتی دارین سلکتیو کار انجام میدین دقیقا دیوس برو آدم آدم گشتن رو کمک کن آف، دقیقا دقیقا من حرف هم شد میگم آقا تا وقتی هم نوع من گشنه است لزومی نداره من اون همون که گوشت رو شاید بتونم ببرم نخرمش پولش رو بدم یا همون رو ب... که اونجوری میندازم بندازم جلو مرگ آدم که میشه بگیرم اوکی هر چقدر پس باشه این کار ولی جلو مرگ باده. چون بودن انسان مهمترین چیزه همه دارن یه مینی فیلم بازی میکنن الان میتواند. ببین الان همینه الان مثلا نیا کن بحث فمینیست فمینیست یعنی چی اگه ما برابریم که هیومنیزم تمومش تکلیف مشخص اوکی اوکی کیرو تو تو کوس من سینه من تو دهنه تو میگم برابر اسمش هم گذاشتن 60 آره وقت برابریم کسی گوش نمیده چقدر تو حرف گوش کنی شیطان خوش <applause> مدام خانومت هم به خود رفته باشه یا تو اخلاق خانومتون باشه عرض میکنم خدمت تو ببین ولی وقتی برمیگردی میگی فمه آه زنها فر بیا عزیزم که تو ببریم بعد دو سالم بکنیم تو سربازی خرج یه خونه فکر کن زنها چه کالتی دارن چه چک ببین چه کالتی مخفی و زیرزمینی دارن اینا مرده میگه به زنم زنها... میگه که ف... مثلا چی سوهل پسر خیلی گلیه دومات خانواده چه چراشون چون سوهل مثال میزنه تو خره هر چی کار میکنه میاد میده دختر ما کسش تو پلتر شه دختر اونم یه میده 90 حالا در... میگن 80 به 20 ما مردای ایرانی یه کیرمون کوتاه یا آبمون زود میاد کلا یه درصد مال لذت میاد 90 درصد اونه واسه اینکه آبرام نره طرف مجبور اعراف طرف رو دو ساعت انگوش بکنیم یارو نس نس فرزا بشه میکنیم توش خیلی راحت باشیم میگیم آبمونم میاد دیگه چیکار کنیم دیگه نمیشه دیگه حالا که اون میکنه خونه البته دیسکلیمر من چون دروغ نمیگم من انگوش انگش نمی کنم من اینجوری میزنم در کون شورت میکشم پایین توف میرم توش حالا کم کم با هم بخش, بخش میشیم چون من انگوش میکنم بعد ارزم به حضورت که تو میتونی یه یه رب زودتر بری تو تا حالا من هم که ولی پس مهم اون نیست من پس مهم اینه که سوه طرف میاد چیکار میکنه زنه میگه نه اینه اینی که داره باج میده چرا باید مرد کار کنه زن بخوره حالا الان میگه نه ما میخوایم کار کنیم آها الان شد حرف حساب داره خیلی خیلی باید کار بکنیم من همیشه قائلم به این شاعر میگه this is the men's word این کاملا درسته یعنی زن تا یه تایمی کار تو کل من کل دنیاست کارش این بود که تولید مس بکنه فقط یعنی تو بچه بیاره اینا و به غیر از این مرد باید همیشه همه کار همه از رو میدم همه کار رو باید مرد میکرد مرد مرده که بعد بیفته جلوی زنش تیر نزد دیدی فیلم تا الان هرچی فیلم از ده سال پیش پنج سالش به عقب نگاه بکنیم یا همین الان یه مرده داره خوش فدا میکنه یه مرده داره میجنگه واسه زنه زنه تو مرده بیرون داره مثلا هفت نفر دارن از کوم میکنش این نگاه عاشقانه لای پنجره مرد. مردم مرد میگه بستم هم. نه میگه من ایوه. نه نه یورا داره گاییده میشه سر فیلم دیگه همه فیلم همه رو گاییده حالا حالا فیلم فقط فیلم فیلم گواه بر این قضیه گواه بر این قضیه خب و من به این قضیه مثلا من میرم تو مینی چت مثلا چرا فیلم میذاری کوس ننت نیا خیلی جوابش روشن و واضحه تو داری تو پابلیک ویدیو رندوم کال من عکس خصوصی تو رو نگرفتم بذارم من زنگ نزدم به اینستاگرام شما من تو خیابون از شما فیلم نگرفتم تویی که داری خودتو عرضه میکنی این قابو بفهم ما نمیفهمیم و طرف میخواد بکار رعایت کن مثلا این برنامه دوایسه رو میبینی هر کی میاد تو صدات عالیه و کس ننت و کی صداش بده چرا میترچی تو کامت بهت فش بدن مثل مردای ایرانی هر جا میشینن سیویل 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 ما بچه ما بچه های کوچه رو کردیم کی شما رو کرده همه بکنن کی داده بس نمیشه که همه که نمیگن دیگه نه همه شون که میگن ما کردیم همونو که میگه کی گوزید خودش گوزیده این اینه قضیه من همیشه مثلا سوال بود که چرا خاله ها میخونن توی مهمونی ها با صدای کیری خواننده میخون با همه سو با ما حرف میگفتن شیش میگفتم چرا شیش صدای کیری خب ما واسه چی بعد من تو تو درو میکوبیدم آدمای بیشور ولی واقعا میگفتم کس نه رقص کلی واسه چی 20 تا فدا تحمل میکنن بعد همه منتظرم بری که پشت سرت مسخرهت کنن کیرا تو این واقعا کاجی با جناقای ایرانیو دیدی مخصوصا اینایی که مثلا یکی دو سال ازدواج کردن یارو با جناقش بغلشه میگه علی جون خیار پوست بکیانو میگه شلیل بزنم برای یارو میو توالت می مادر جندر من آدمش کردم میخواستم میگیرمش پول دیدی کلا اینجوریه کلا اینجوری نه اینکه بخوام خودم رو تافته تا جدا بافته بکنم و که هستم نه منم میکنم چون الان بگیم چو الان من بگم ولی بیان بیان ولی من بیان... خودم رو کنترل میکنم به جون فرشته یعنی من میگم آقا سوید داری کونی بازی در میاری نکن کارو یعنی خودم تو مغزم باید به خودم فوش بدم بعد پنجا درصد شانس دارم که خودم ش... به شعور بیام میام راست این کار بعدیه ببین یه سری چیزا شده عامل اینکه ما حرف بزنیم مثل اینمونی که تو توی جمع میری باید بگی چطوری کونی به احترام بذار نگی اصلا نمیتونی ارتباط بگیری یک سری از این المان ها و این قراردادها ها جبر شده دیگه دیگه ناخود دیگه تو نمیتونی ازش فاصله ایک... اصلا مثلا مثلا مثل این که تو رفیق تو بهش بیشتر فش مادر میدی تا غریبه یک جبر صمیمانه که تو بخوای ازش فرار بکنی باید از یک کالچر فرار بکنی که به عمر من تو قد نمیده اوکی و اصولا ازش فرار کردن یک چیز یوزلسه مثلا آدم به ترکاری میکنه این نیوز و کارآمد باشه مو... چه کاریه من پای در دست میدم رفاقت در دست میدم دارم کار میکنم ولی یه چیزی که من ازش میشه خیلی زودتر فرار کرد من با یه آدمی بودم که خیلی خیلی تو زمینه موسیقی مثلا کار عمل کار عمل مثلاً تو موسیقی ایرانی یعنی بیشتر آمد این تار و اینا میزد و ریش و درگیر بود دیگه یه دستش تو مولانا بود با شمس اصلا اینشون اصاره و چکیده یک آدمی بود که تحصیلات فلسفی غیر داشت سنی داشته و یه آدم چیز رو معقول میتونست بگه اصلا این اینه این نمونه یک ایرانیه که موسیقی میدونه و دستی به قلم داره من آدم یک رفتار و یک قرار داد و چک کردم با این آدم ما سال یه بار من می بی... میدیدم میرفتیم با هم کو چند روز اونجا کلبه داشت میرفتیم کلبهش برنامه همشه آتیش و صحبت و اینا و حرفای کلوف ملوف بود آره این نه آره دلت نخواه ارزم بوزر حرفشون کلوف بود ما بچه تر بودیم به حضور بعد من یه بارد این آتیش درست میکردم گفتم فلانی میدونی چی احساس میکنم من تو چی احساس میکنم گفتم احساس میکنم من خیلی همه موسیقی رو من میدونم من موسیقی هم من همه موسیقی رو میدونم یه چیزی نیست ندونم یه نگاه عارفانه به من کرد تو غروب آفتاب و باهادی وزید و دستی به گیرش کشید و به من گفت درخت هر چه پربارتر افتاده تر یعنی هر کی که میگه بلدم نب... کس ننت کس میگی با. تو هیچی نمیدونی چون داری میگی بلدم چون میگی بلدم یعنی سگی ما تو فرنگی اون قبول نمی کنیم کسی بگه من میدونم گوه خوردی من میدونم ولی بری تو کلاس من من میدونم باز هم نه 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 میگم یا تو چه میگم اصلا بگی من میدونم تو فرنگ ما اوکی دیدی تو مدرسه اونی که میگه من میدونم زنگ تفریح میبره انقدر میکننش طرفو دیگه دیگه نمیگه من میدونم اوکی حالا الان خوب شده من کونیه بودم که همش دستم بالا میکردم جواب میدادم و مثلا همین شما با سوید خاله ما رو بگان بعد اینا صاحب داری گذاشتن بعد بر... حال سال بعدش رفتم پیشش گفتم فلانی نشسته بودیم گفتم ببین من میخوام دیگه موسیقی کار نکنم اون یادش نبود دیگه تو یک سال فاصله من تو ذهنم بودم چیکار میکنم گفتم فلانی من دیگه نمیخوام برم تو چی شده گفتم سیبیل زردی هم داشت بخاطر همین صدا اینجوری میکنم بعد ارزم بود گفتش چی گفتش چی شده گفتش چیه گفتم که من گفت چرا نه تو موسیقی خیلی خ... گفتم نه به خدای چی نمیدونم گفت زد پشتم و یه دونه میوه بهم داد و, و اینجوری نگام که الان موزیسین شدی آدمی که میگه نمیدونم یعنی میدونه این دقیقا تمام مشکل اساسی که من با نسبت دارم یعنی تو چیزی میدونی می میگه آقا ایکس زیرش ایگره جلوش میشه وای میگن کس ننت تو گوه خوردی میگی چرا تو میگی اصلا چرا تو باید بگی مام ابو اصلا تو چی سگی کی نمیدونم این جوریه این... یه مشکل اساسیه که ما تو جامعه باید اینجوری باشیم مخلص مخلص نداریم آقا چیزی میدونی بگو کوسن تو نمیدونی کی چیز داره بکن تو کوس زنه یارو بگو من میدونم من بلدم چیکار بکنم مخلص اخلاص نداریم ام. وقت این باعث سیاست های کثیف میشه دقیق میکنیم این اگر ما مهم. اینو که کنار تو گفت بین... از نظر من اینه گفتم نه نظرم اینه گفتم اوکی این میدونه من نمیدونم آیا آدم بالتریه این آدم فلان تریه اگه به این کریتیکال میرسیدیم که اون چیزی که میدونیم و بگیم که اونی هم که میدونه بگه اینا رو بذاریم رو هم به جمع بندیم مثلا طرف میخواد انگلیسی یاد بگیره حرف نمیزنه میگه حرف بزنم کیرم میکنن اون یکی میخواد حرف میزنه میخواد پول نه حرف کیرم میکنه. هیچ ایرانی حرف هیچ ایرانی نمیتونه انگلیسی حرف بزنه تو هم میگه میشه لوفر. دقیقا میکنی؟ چرا شون حرف نمیزنی؟ چرا قضاوت میترسیم؟ ای این رو ف... ولی وقتی که تو این, این سلاحه یک دیفنسیف سلاحه و اینو باب کردن آدمی که ضعیم، ز... طرف مثلا ضعیفه نحیفه جایگاه نداره پوزیشن اجتماعی نداره میاد توی جمع دیدی خاشر سلام علیکم سلام علیکم خواشت... خواش. دو, دو برابر بده بر 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 ترامیز اون میخواد نه تو بگات اون صلاحشین اون نمیتونه برد من دقیقا این اتفاق تو مثلا تو اون آلفایی قشنگ ازت معلومه که یه جا میشینی همه دوره من گوه بخورم بخور من کار برم قضایت ندارم منظوره می که تو خانه یعنی کی رفت توی حاضر جوانی بگی میشه مغزت اینه بو بو تیر که اون میزنه خیلی خوبه مغزت I love it I love it اصلا میمیرم واسه مغزت رو خب بزنم خواهش میرم زنم که چی بی دخترم رو ببر نه 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 مرسی میخوای پرونده برای ما درست کنه کس کشت کنه نه نه اونو بگرد این همه گفتی اعتقاد نداری به سن چی شد چون که دارم نمیخوام پارشه تو موقع ما رو زدی ما هم اون پیرو به یه رو بریم اونم تو آشپس حالا ببینیم آه بخشد. خونه رو حساب داره از برای <تصفح> <تصفح> خونه ما هست دوستش داری چیز دوستت دارم بگو بگو از. توی توی بفرمایش ما هم همین شد من چون من بیجورم خب بعد من یارو که اومد جلو اونی که با من نایس بود گفتم خب خوبه اونی که خورد خب مثلا این بود گفتم بده بعد اونی که اینجوری گفته بود بهم نمره بالا داده بود اونی که پایین بعد من تو ویدیو دقیقا میگم میگم اون اون زیاد میدن اون کم میده اونی که میگم کم میده زیاد میده اونی که میگم دقیقا تو چیزی که تو میگی دقیقا نوع دیل کردن ما با همه من یادم یه برنامه‌ای بود چیز اومده بود خانم میخوام برم دو بی دو چی بود اسمش خاننده سی استاد شسته دوست برنامه میگفتش که آقا مکابیز خواننده است میگن صدای خوبی داره اسی برمیگرده میگه خب خوب صداش چه جوریه مثلا امیر قاسم میگه هی صداش بد نیست تا صدای اندی داره اسی هم اینجوری میکنه میگه والا ما که تا صدای موی بیکار شدیم خوبه والا این تا صدای بر <تصفح> اندی بر میخوره به کیان کیریش بر میخوره دقیقا میکنی اینا, اینا رو سانسور میکنن اگه بری بهش بگی مثلا طرف میره کامنت میذاره درود بر مردم سرزمینم عیزای دلم یه عکس گذاشته خانومی مثلا سینکس معلومه همه دارم این جون بکنم کس بعد طرف مستقیم میگه مردم من گوه خوردی مردم کنی مردم میخواد نه نه تو بگم این خبرها نیست ما حقیقت نباید فرار بکنیم آه قربونتون برم تو گم موجه شبک مثلا تو تلویزیون درود بر تمام مردم سرزمینم آرزو فلان دارم حالتون خوب باشه کس ننت بعد ساعت میلیون پول بده نداری خفش رو کسکش کار تو بکن برو بیرون به گفته تو حال من خوب نمیشه به گفته داری فریکی کسکش میدونی من نمیتونم تحمل بکنم من دیل نمیکنم با اینجور ادبیات با اینجور رفتارو به خاطر اینکه چی چیتنگه. من چیتر نیستم و چون چیتر نیستم از چیتر جماعت بدم میاد وقتمو صرف این, این نمی کنم که چجوری بخوام زیرا به کسی بزنم از کامیونیتی ها جدا هست آخ من همین شده دیگه من کاملا <تصفح> توی خونم یعنی 24 ساعته من خونه بیرون نمیرم من شاید مثلا یه جوک داشتم روز رفتم تو بالکن یه جوینت بزنم بعد با کاپشن رفتم هوا آفتابی بود گفتم من آخرین باری که اومدم بیرون برف بود چی شد یعنی واقعا دلیلش که از مردم خسته شدم یعنی مردم واقعا یعنی جو... وقت مثلا دارم چه توضیح بدم اگه مردم بریزی توی بلندر میکسشون کنی بکشی بیرون بعدی بیشت... مثلا 80 درصد بلندر 90 درصد بلندر رو بعدی می پر میکنه 10 درصدش رو خوبی پر میکنه چون قرارداد داد دارم پزشک میگه فلان پزشک معروفتر نشه که من جایگاه خودمو داشته باشم فلانی میگه که آقا فلانی ما الان چرا نمیتونیم مثلا توی قالب یوتیوب ما بتونیم با تمام یوتیوب های فارسی صحبت بکنیم همه دارم یه حرف بزنیم دارم بکنیم مشکول نیستیم هم. چرا هر کسی دور خودش یک دایره کشیده و فکر ببین آدمی که سرشو کرده توی برف چیزی که ازش معلومه کونشه واسه گذاشتن با این نوع روش دیل کردن آدمانی میفهمن که چیجوری دارن بقیه کونشون میذارن ما این جرأت رو حتی نداریم از همدیگه تعریف بکنیم و حتی همدیگه رو نقد بکنیم از اینکه بگیم تو بدی میترسیم و میگیم خوبی و راستش رو بهش نمیگیم که طرف پیشرفت بکنه چون همه چی میگن خانه از پیوست ویران است اینه چون طرفم غضب میکنه میخواد نه نه تو بگو تو مجبور اینجا بگی نه اما هم طرف رو نمیتونیم چیکار بکنیم اگر یه کار خوبی میکنه یه چیزیش خوبه نمیدونیم بهش بگیم پیشنهاد بدیم یه پیگیری بکنه